برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شیوه در خدمت شما هستیم. جمعه شب ها و شنبه شب ها حوالی ساعت 10:30 تقدیم شما شده در این چند هفته. تبریک خاص و ویژه دارم شب ولادت آقا و مولامون حضرت صاحب الامر رو. انشالله که خداوند ما رو از شیعیان و منتظرین اون بزرگوار قرار بده. شاید یکی از بنیادهای وحدت ایران اسلامی امروز و امکان گفتگویی که بین گروه های مختلف فکری و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران هست، تعلقی است که به هر حال در باطن و در دل ما ایرانی ها به اون بزرگوار هست و همه ما دوست داریم که علارغم این بحث های ظاهری و کثرت های سیاسی، کارهایی که انجام میدیم، اقداماتی که انجام میشه مورد توجه و رضایت اون حضرت باشه. انشالله که چنین باشه. خب به انتخابات نزدیکیم، هفته دیگه در چنین روزی انتخابات مجلس رو پیش روی داریم و در ایران پس از انقلاب بحث مشارکت در انتخابات و اینکه گروه های مختلف سیاسی با رویکردها و اندیشه های مختلف سیاسی چه نسبتی با مسئله انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس برقرار کردن، داستانی پر عبرت و طولانی است، مخصوصا بعد از 88 و اتفاقاتی که در انتخابات 88 افتاد. گروه های اصلاح طلب موضع کمرنگتر و موضع انتقادی تری به مسئله انتخابات در ایران گرفتن و از این سوی نیروهایی که حالا با تسامح تعابیر رو استفاده میکنم، اصولگرا و به جبهه اصولگرایی تعلق داشتن با رویکردهای انتقادی به اصلاح طلب ها که چرا در این خلاصه وضعیت سیاسی مشارکت نمی کنه. خب این دوره هم از این وضع استثنا نبود. جبهه اصلاحات رویکردهای گوناگونی رو در مواجهه با انتخابات هفته آینده اتخاذ کرده، پیش روی داره و از جمله 110 نفر از فعالان جبهه اصلاحات بیانیه‌ای رو مرسوم به بیانیه روزنه گشایی صادر کردن و در اون علارغم انتقادات خیلی تندی به وضعیت انتخابات در ایران، خواستار مشارکت و رأی انتقادی در ایران شدن. امشب این بیانیه رو بهانه بحثی قرار دادیم در خدمت دو فعال سیاسی و سیاست پژوه بزرگوار، جناب آقای علی باقری فعال سیاسی و جناب دکتر ابوذر یاسری سیاست پژوه. آقای علی باقری خیلی خیلی خوش آمدید دو برنامه شیوه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک میگم شب میلاد امام زمان مصلح کل رو. امیدوارم که به برکت این ایام، این شب و این روز که در پیشه، خداوند خیر و برکت رو برای مردم ما و کشور ما مقدر بکن. تشکر میکنم از حضرت عالی برنامه شیوه صدا و سیما که این فرصت و مجال رو فراهم کردند که امشب بتونیم یه بحثی رو در خصوص موضوع مهم مشارکت سیاسی و مشارکت انتخاباتی داشته باشیم. امیدوارم که اوقاتی که از بینندگان شما میگیره این دقایق حاصلش مفید باشه و بتونه راهی رو، بحثی رو و تبادل نظری رو باز بکنه. شد بسیار متشکرم. آقای یاسری عرض سلام و خوش آمد. سلام علیکم خدمت شما و جناب آقای باقری و همه بینندگان عزیز این برنامه. عرض سلام و شب بخیر دارم و میلاد یگانه منجی کشتی مقاتم بشریت قله امید حضرت بقیت الله رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشالله همه ما بتوانیم به مناسبت این مولود عظیم القدر بتونیم در جهت افزایش امید برای جامعه خودمون و برای جهان بشریت در واقع تلاش بکنیم. انشالله که گفتگویی که امشب داریم مفید باشه و به دور از در واقع کلیشه های رایج بتونیم یه گفتگوی حقیقی و واقعی رو داشته باشیم. انشالله مفید برای مردم باشه. انشالله. بسیار متشکرم. اجازه بدید از بالاخره بزرگتر سنیمون هم آغاز بکنیم. قبل از برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم که خلاصه ما متولد چه سالی هستیم. دیدیم آقای باقری خیلی خوبه،
فاصله خلاص نفر اول دارم. جناب باقری، از مسئله مشارکت در جمهوری اسلامی آغاز بکنیم، هم تاریخچه‌شو می‌خواستیم مروری بفرمایید و همین که مسئله مشارکت اصولا در جمهوری اسلامی چرا مسئله است، یعنی چرا آیا نظام سیاسی به ثبات نرسیده؟ مخصوصا چون نمیدونم حالا بینندگان از چقدر بیانیه‌رم دیدن، شاید بد نباشه اول برنامه‌رم دعوت بکنیم که جستجویی بکنن در فضای مجازی بیانیه رو مرور بکنن که با اون فضای ذهنی شما که از امضا کنندگان بیانیه هم هستید بیشتر آشنا بشن. ولی چرا اینقدر مسئله است؟ در کشورهای دیگه مثلا سر هر انتخابات اینقدر دوباره از اول هی همه بحث میکنن که آقا اصلا اصولا ما شرکت بکنیم نکنیم، چرا شرکت بکنیم، معنای رأی که میخوایم بدیم چیه، رأی اعتراضی بدیم. آیا چنین مسئله هست یا نه در کشورهای دیگه و سایر نظام‌های سیاسی؟ و اگر ایرانی وضعیت تکینه‌ای به این معنا داره، چرا اون به قول دوستان علوم اجتماعی این بچه پرابلماتیک مسئله مشارکت در انتخابات ایران چیست؟ خیلی ممنون. عرضم به حضور شما، من گمانم اینه که مسئله مشارکت با ذات نظام جمهوری اسلامی پیوند دیرینه و عمیقی داره، به گونه ای که به نظرم اگر کسی مدعی بشه که یکی از ویژگی های ذاتی نظام جمهوری اسلامی چیست، اگر در پاسخ عنوان مشارکت و مشارکت قوی و مستمر سیاسی مردمی ذکر بشه به عنوان یکی از خصائص و ویژگی های ذاتی، به نظرم حرف گزافی زده نشده. خب انقلاب اسلامی به عنوان مردمی ترین انقلاب تاریخ معاصر که تعریف گزافی به نظرم نمیاد باشه برای انقلاب سال 57، پس از استقرار نظام سیاسی پیشنهادیش و تعبیه کنندهش، خب یکی از ویژگی‌هاش در طول چند دهه بعد از استقرار این بوده که مشارکت گسترده سیاسی مردمی پشت این انقلاب بوده و به تعبیر شاید، خب این تعبیر رهبر کبیر و فقید انقلاب دیگه که بارها هم اینو با الفاظ مختلف گفتند که ما اگر مردم رو، نقل به مضمون عرض میکنه، مردم رو از این نظام سیاسی بگیریم، حضور مردم، حمایت مردم، دغدغه های مردمی رو از این انقلاب بگیریم، فاتحه همه ماها خونده است. با همین الفاظ هم ایشون دارند که فاتحه هممون خونده است. خب این پس یه ویژگی است. حالا مشارکت به هر حال انواع مختلفی داره، مشارکت سیاسی انواع مختلفی داره که شاید دقیق ترین و قابل ثبت ترین و قابل استناد ترین شکلش مشارکت انتخابات. خب ما در تاریخ انقلاب انواع و اقسام مشارکت ها رو، مشارکت های مردمی رو داشتیم. حالا یه نمونه خیلی مهمش بحث جنگ تحمیلیه که انصافا اون جنگ 8 ساله بدون مشارکت مردمی اساسا به این نتایجی که رسید نمیرسید و شاید اگر نبود سرنوشت کشور عوض میشد. از این دست مثال ها زیاد میشه آورد و اینها ابعادی از مشارکت. منتها همون جور که گفتم
حالا دیگه از این به بعد هر وقت از مشارکت صحبت میکنم، منظور مشارکت سیاسی در قالب انتخاباتی است که عرض کردم دیگه ویژگی‌های خاصی داره. خب انواع دیگر مشارکت هم هست، اما هیچ کدوم این ویژگی‌هایی که انتخابات داره شاید نداشته باشه، از جمله این که زیاد مناقشه بردار نیست ابعاد مشارکت در انتخابات. خب شما ممکنه مثلا یک راهپیمایی برگزار میشه، این هم یه جلوه‌ای از مشارکت باشه، اما سر کمیتش، کیفیتش، مسائل مختلفش تعابیر و تفاسیر مختلف باشه، یکی اون رو میلیونی خطاب بکنه، یکی هزاران نفری خطابش بکنه. اما در انتخابات این تعویل و برداشت‌های متفاوت وجود نداره. انتخاباتی برگزار میشه، نهاد رسمی برگزار کننده‌ای داره انتخابات، و نتایج انتخابات هم با دقت ثبت میشه و در تاریخ سیاسی کشور میمونه. داده‌های کمی و قابل استناد. خب مشارکت انتخاباتی رو من حالا یه خود بحث رو میخوام سریع پیش ببرم، چون اینجا حرف زیاد وجود داره میشه گفت. من فکر میکنم یک دوره کلی 40 ساله رو ما از سال 58 تا سال 97 میتونیم یه دوره واحد با یه شرایط تقریبا مشابه در این زمینه احساس بکنیم و در خصوصش حرف بزنیم. خب ویژگی این چهار دهه که چهار دهه اول انقلاب و نظام جمهوری اسلامیه اینه که علارغم فراز و فرودهایی که طبیعی هم هست، میزان مشارکت و کمیت و کیفیت مشارکت انتخاباتی تجربه میکنه و بالا و پایین میره این نمودار و منحنی که طبیعی هم هست همونجور که عرض کردم، اما در یه نگاه کلان و کلی در این چهار دهه ما شاهد این هستیم که مشارکت سیاسی، یک مشارکت سیاسی اکثریتی به مفهوم نسبه به علاوه یک و مستمر هست. من 3-4 عدد رو فقط عرض میکنم و از این بخش عبور میکنم. ببینید حالا چون بحث انتخابات مجلس هم موضوعیت داره، الان میانگین مشارکت سیاسی در 10 دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلام که از سال 58 شروع میشه و به سال 94 ختم میشه، 10 دوره رو دارم عرض میکنم، دوره 11 همون فعلا کاری باش نده که در این 14 قرار میگیره. 58 تا 96 دیگه. 94. 94 ببخش. میانگین مشارکت در این 10 انتخابات 60.52% که خب حالا تلورانس داره دیگه. از 71% هست پیکش که انتخابات مجلس پنجمه 71 و اندی، تا میاد پایین تر که فکر میکنم مثلا شاید نقطه پایینش انتخابات مجلس هفتم باشه اگر اشتباه نکنم، بلوش 51% مشارکت داشته. خب این یه نمایه است دیگه، 60% متوسط مشارکت در 40 سال در 10 انتخابات متوالی. شما اگه انتخابات ریاست جمهوری رو هم سراغ بگیرید شبیه این آمار ارقام هست و وجود داره. در 12 دوره برگزار شده انتخابات ریاست جمهوری، باز از سال 58 تا سال 96 انتخابات دوره 12، متوسط مشارکت سیاسی در انتخابات 67.19%. 7% هم 7% طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری رو ما همیشه بالاتر داشتیم. البته یه مقاطعی از پایین‌تره که حالا تو دیتیل دیگه من نمیخوام وقت گرفته میشه.
حتی میخوام بگم انتخابات مجلس خبرگان که به نظر یه انتخابات متروک و کم حاشیه و کم سر و صدایی در کشور ما بوده و طبیعتاً با مشارکت پایین‌تر، که البته خود این یک نکته است دیگه، چون به تعبیری انتخابات مجلس خبرگان میتونه مهمترین انتخابات سیاسی در جمهوری اسلامی باشه، به دلیل اینکه با رأس هرم نظام ارتباط پیدا میکنه. در 5 دوره برگزاری انتخابات خبرگان از سال 61 باز تا سال 96 متوسط 56.66% مشارکت داشت. پس بنابراین همون جور که مشاهده میشه در این 40 سال با همه فراز و فرودها ما یه مشارکت قابل قبول بالای 50-60% داشتیم در کشور و این ویژگی نظام ما شد. خب ما از سال 98 وارد یه مرحله جدید به نظر میرسه که شدیم. البته من اصراری ندارم که این رو الزاماً مرحله جدید ازش نام ببرم، ویژگی هایی داره که فکر میکنم حداقل در مزان این هست که تبدیل به یک دوره بشه. چون ما در انتخابات اون 14 هم داریم انتخابات هایی که پایین اومده، منتها بلا فاصله این منحنی برگشته و بعد انتخابات با مشارکت پایین بلافاصله ترمیم شده به نوعی مشارکت سیاسی مردم و این منحنی برگشته به سمت بالا. این که میگم حدوداً یک دوره جدید رو میشه احصا کرد اینجا به این جهته که دو انتخابات متوالی که یه سیکل انتخاباتی میشه دیگه، یعنی مجلس و ریاست جمهوری سیکله، و ما در آستانه ورود به سیکل دومیم که نظرسنجی های موجود هم حاکی از اینه. ما هنوز قطعی نمیتونیم بگیم که آیا این روند ادامه پیدا میکنه، منتها بر اساس نظرسنجی های رسمی منتشر شده که متاسفانه تعدادش هم کمه، شاید یک مورد نظرسنجی آبان ماه ایسپا فقط به شکل رسمی منعکس شد، منتها حالا به هر حال دسترسی هایی وجود داره به مجموعه نظرسنجی ها. به نظر میرسه که این انتخاباتی هم که در پیشه نرم مشارکت تناسب داره با اون دو انتخابات گذشته. پس بنابراین اگر 3 انتخابات متوالی از یه رویه پیروی بکنه، شکل مشارکتش تقریبا میشه اینو یه دوره جدید محاسبه کرد. در این دوره جدید هم در خصوص انتخابات مجلس و هم در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، حالا خبرگانش که داره برگزار میشه در سومین انتخابات، حداقل در اون دو انتخابات یک افت و کاهش قابل توجه داریم، معنیدار داریم. یعنی چی؟ یعنی اون متوسط رو شما ملاحظه فرمودید، 60.52 که متوسط اون 10 دوره قبل بوده، در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی به 42.57 میرسه. یعنی تقریبا 17-18% افت مشارکت از میانگینه و در معدل، یعنی اگر شما 11 دوره رو بگیرید، همین یه دوره انتخابات تقریبا 1.5% در معدل مشارکت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی رو پایین آورد. در ریاست جمهوری 1400 هم همینه، یعنی 67.19 متوسط 12 دوره در دوره 13 هم به 48.88 میرسه که حدود در واقع چقدر آقای دکتر؟ 2 اینجا و 17 تا اونجا، 19. این هم تقریبا معادل همون انتخابات مجلس افت مشارکت داریم، باز به همون میزان تقریبا 1.5% معدل مشارکت ریاست جمهوری رو هم پایین میاره. خب این
توصیف وضعیت ماست الان. یعنی حالا من نمیدونم، من اینجا کات بکنم بعد چون آقای دکتر چقدر حرف زدم من؟ 37 شروع کردی. حالا من البته حالا خیلی دقیق سر میکنم، آره، ولی الان دقیقا 14 دقیقه شد. آره، با اینکه به نظر نمیاد ولی من فکر میکنم اینجا آره. متوقف بکنیم به علل و عوامل بعدیش انشالله میرسیم. آقای یاسری در خدمتتون هستیم. این توصیف اولا قبول چون اینا آمار و ارقام دیگه، یعنی احتمالا خیلی از این لحاظ اشکالی در مسئله نباشه. شاید اینو تحلیلش مهم باشه که چرا این اتفاق افتاده. دقیقا همینطوره. من استفاده کردم از داده‌ای که فرمودن، طرح مسئله صورت گرفت. یعنی در واقع ما قطعا جایگاه مردم هم در اندیشه دینی بسیار تعیین کننده است. یعنی ما درسته در اندیشه دینی صلاحیت حاکم خیلی مهمه، باید اذن داشته باشه، اما تشکیل حکومت منوط به این هست که مردم بخواهند، و اگر مردم نخواهند، حاکم اگر علی علیه السلام هم باشه در واقع سکوت میکنه و مینشینه، یا در واقع تشکیل حکومت نمیده. و در بیان خود حضرت هم هست در اندیشه رهبر و معظم قلبش میفرمند از نظر ما حاکمیت دو رکن داره نه یک رکن، چون بعضی ها مقبولیت رو میبرن تو حاشیه و اصل رو میذارن بر اون صلاحیت. از در اندیشه رهبر انقلاب حضرت امام این تشکیل حکومت دو رکن داره و سیره اهل بیت هم در واقع همین مطلب رو نشون میده. این جایگاه اصلی قضیه است. و در جمهوری اسلام و در انقلاب اسلامی هم که خب آقای میشل فوکو که خودش رسما اومد تو ایران از نزدیک هم دید، گفت این مشارکتی که ما در انقلاب ایران دیدیم اصلا در انقلاب های گذشته مشاهده نکردیم. اونها در بعضی از شهرهای حضوری مردم داشتن در یه حد نسبتاً کمتری، بعد اینجا در همه شهرها خودش اومد به ایران و بعد هم دو کتاب نوشت، که کتاب‌هایی نوشت در واقع از جمله این دو تا کتابی که ایران روح دنیای بدون روح و در واقع ایرانی‌ها چه رویایی در سر دارن. این دو تا مسئله، یعنی هم از باب این اتفاق انقلاب 57 و هم از باب اندیشه دینی که ما به سمتش داریم حرکت می‌کنیم، نقش مردم در واقع اون شطر اصلی و اون قائمه اصلی ستون این حاکمیته. و نکته ای را من میخوام عرض بکنم که البته این هم منطقا باید بپذیریم، اگر مردم نخواهند یک حاکمیتی رو، به ویژه حاکمیتی مثل نظام جمهوری اسلامی رو که نظام سلطه بین المللی با حالا قطبها و مؤلفه های مختلفش نشان دادن که به دنبال فروپاشی این نظام هستن، اگر مردم نخواهند این نظام به طرفت العین فرو خواهد پاشید، در این ما تردیدی نداریم. ولذا بقا نظام جمهوری اسلامی بر اساس منطق قضیه مؤید حمایت حداکثری مردم هست. حالا یکی از این صحنه ها تو و یکی از این مؤلفه ها عرصه انتخاباته، و در انتخابات البته حضور مردم باید ببینیم تابع چه مؤلفه هاییست. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اگر ما مؤلفه هایی که اثرگذار است بر مشارکت مردم رو بشناسیم، میتونیم در واقع بحث رو به یک سرانجامی برسونیم. ببینید، به نظر میاد که مردم که در واقع همون ستون اصلی حاکمیت هستن، البته در همه نظام های سیاسی شاید این گونه نباشد، در نظام هایی که به صورت پلیسی اداره میشن همه مردم نقش ندارن، در نظام های سرمایه داری نقش اصلی متوجه سرمایه دار هاست، ولذا شما مثلا میبینید در نظام هایی که الان توی دنیا هستن، مثلا برخوردی که با فرض بفرمایید که سیاه پوستان در امریکا میشه یا با طبقات ضعیف میشه، یا در واقع در همین کرونا دیدیم که در واقع گفتن اینایی که سن و سالشون بالا رفته بذارید نه اصلا بمیرن، نقشی ندارن، اون با این نگاه ما متفاوته. این به معنای اشتراک در همه حاکمیت ها نیست. منتها در این حال سیاست ها به نظرم در کنار اهمیت دادن به نقش مردم، سیاست ها مهمن، جهتگیری سیاست ها مهمن، و این میتونه در مردم ایجاد یأس بکنه یا ایجاد امید بکنه. در بیانات حضرت امام که اشاره فرمودن جناب آقای باقری بهش، و به درستی هم فرمودن که اگر مردم نباشن ما بیچاره میشیم و در واقع باید بریم جمع بکنیم حاکمیت رو، در کنار اون امام میگه سهم اول متوجه مستضعفین و محرومینه در حاکمیت و در حکمرانی. چرا؟ خب این حتما به اصطلاح در اندیشه به اصطلاح منسجم حضرت امام این است که اگر ما، و بعدم تصریح دارن که اگر از حمایت مستضعفین ما دوری بکنیم، برای همونجا هم این مسئله هست. یعنی هم مشارکت مردم مهمه، هم توجه به مستضعفین و محرومین مهمه.
و بعد هم در واقع تصریح دارن که نباید در واقع سرمایه‌دار اولویت باشه، باید در واقع عموم مردم باشند و این مستضعفین و محرومین بودن که اومدن این انقلاب رو نتیجه رسوندن، طبقات پایین دست جامعه بودن، کوخنشین ها بودن. این خیلی مهمه که ما ببینیم در سیاست های کلان این اتفاق میفته یا نمیفته. همچنین در بیان حضرت امام، باز از اون مؤلفه‌ای که به نظر میرسه در کنار احمدیه به نقش مردم هست، نکوهش سیاست های متمایل به در واقع دشمنان ایران هست. یعنی در اونجا امام باز یک نکوهش شدیدی میکنن سیاست هایی رو که به نوعی، حالا عباراتی هم در بیانات امام هست، امام هم متحجرین رو میکوبه هم لیبرال ها، و بعد میفرماید که اون سیاست های متمایل به غرب، و میفرماید اگر کشور از دست مثلا این جریانات خارج نشده بود آنچنان ضربه میخوردیم که دیگه نمیتونستیم تا سالها قد بلند. لذا در منظومه فکری رهبران انقلاب مثل حضرت امام ما چندین قله رو در بیانات ایشون میبینیم. بله، نقش مردم مهمه، اولویت دهی به مستضعفین فوق العاده کلیدی است، و همچنین توجه به این که سیاست ها به سمت به اصطلاح وادادگی به سمت غرب و دشمنان ایران نره. خب اگر این مؤلفه ها به نظر میاد که در دوره های ما دچار به اصطلاح افول این شاخص ها بوده باشیم، طبعا میتونه اثر بذاره رو مشارکت. نمیخوام به طور علل اطلاق این حرف رو بزنم، شاید کسی هم نتونه به طور مطلق این حرف رو بزنه، مؤلفه‌های مختلفی دخیله، گاهی وقت کشور دخیله، فرض کنید درگیر قضیه جنگ بوده، گاهی وقت درگیر به اصطلاح درگیری‌های سیاسی دیگری بوده که اونها بر ما تحمیل کردن، تحریم‌ها بوده چه و چه، اینا تاثیرگذار هست. منتها ما ببینیم اونجایی که مردم مشارکت میکنن و دولت تعیین میکنن، این دولت‌ها چقدر توانستن اون بار مشقت ها و مشکلات طبقه محروم و مستضعف رو رفع کنن، و چقدر کمک کردن به اون طبقات بالادستی و به اصطلاح سرمایه دارها و اینها. و بعد ما انتظار داشتیم خب این مردم پایین دست بیان مشارکت کنن، گاهی وقتا گفته شده خب طبقات پایین دست هم مشارکتشون کم شده و امثال اینا. من میخوام بگم که روی این مؤلفه ها اگر ما بتونیم بحث بکنیم، بحث جدی تری بکنیم، مثلا ما دولت هایی داشتیم که خب شخصیت‌های در رأسش بودن، شخصیت انقلابی بودن، شخصیت‌های زندان کشیده بودن، شخصیت‌هایی بودن که بالاخره سابقه‌ای و سبقه‌ای داشتن در انقلاب. ولی وقتی که زمام دولت رو در دست گرفتن، شما می‌بینید که مثلا فقر مطلق به نوعی یه ذره افزایش پیدا کرده. یا مثلا فرض بفرمایید که در همین رسیدگی به محرومین مثلا وضعیت شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده. یا فرض بفرمایید که در بیانات باز رهبر انقلاب هست که در تنفیذ حکم یکی دو نفر از رؤسای جمهور، دو سه نفر از رؤسای جمهور، ایشون میفرمایند سر این که ایران کشور سرمایه داری نیست. آقا اینجا ما اگر سیاستی داشته باشیم که عادلانه او رو اجرا کنیم، اگر چیزی نداشته باشیم ولی عادلانه تقسیم کنیم، اولویت دارد برای این که یه چیزی به دست بیاریم اما با بدون عدالت. و این نکته مهمه. امروز به نظرم یکی از مشکلاتی که ما با مردم صحبت میکنیم و اقشار مختلف، شاید نداری رو بیان نمیکنن، بلکه اشاره میکنن به فاصله طبقاتی، به کم شدن عدالت که جز شعارهای در واقع انقلاب بوده. خب اینا میتونه وسایل باشه که وزندهی جدی بکنه مشارکت مردم رو. و عرض کردم علل اطلاق نمیتونیم بگیم در همه دوره ها و همه بخش ها، ولی جز مؤلفه هایی هست که مردم گاهی اوقات مایوس میکنه از به اصطلاح شرکت در انتخابات و امثال اینها، که حالا باید ببینیم عملکرد دولت ها، مجالس ما در این موضوع چگونه بوده و چقدر تونستن موفق بشن قلوب مردم رو و گرایش مردم رو در واقع به خودشون و به انقلاب در واقع تقویت کنن، یا برعکس در واقع باعث دلزدگی مردم شدن از سیاسیون و به طبع از مثلا فرض بفرمایید که حالا سیاست های جمهوری اسلامی به نوعی. این مسئله من ببخش درسته، من اینو چون آقای باقری فرمودن، اینو قبول دارید که ما از سال 97 به این سوی به نظر میاد که آمارها نشون میده که داریم وارد یه فاز رکود مشارکت سیاسی میشیم؟ بله ببینید، نه من رکود رو قبول ندارم. من میخوام یه نکته رو مؤلفه رو اقتصادی هم استفاده کردم که مؤلفه رو میخوام عرض بکنم، و اون این که ببینید ما هر وقت میایم ایران رو به اصطلاح از کل جهان جدا میکنیم، این در تحلیل ما ایجاد خلل میشه. ممکن هم هست قائل به این باشیم نباید اصلا ایران رو به اصطلاح تافته جدا باخته از جهان بدانیم. اولا در این دوره‌ای که اشاره فرمودن آمار درسته، منتها چه مؤلفه‌ای دخیل بوده؟ مثلا مسئله کرونا.
ببینید ما قله های دموکراسی تو جهان داریم. فرانسه دیگه تردیدی درش نیست که این فرانسه مهد آزادی دموکراسی. شما ببینید انتخابات با مشارکت 25.48% انتخابات با مشارکت 21% 28% دیگه بالاترین چیز. خب اینو باید در نظر داشته باشیم. یکی از اون مقولاتی خیلی اثرگذار بود مثلا در همین 1400 شما نگاه کنید، من با جریان سیاسی خاصی عهد و اخوت نبستم و جاش لازم باشه همه رو زیر تیغ نقد میبریم، ولی این نکته قابل انکار نیست که بالاخره در اون شرایط بیماری کرونا و اون تلفاتی که ما داشتیم، رأی دهی خودش یک بحرانه و شما باید به عنوان دولت تسهیل بکنید، حتی شاید به اندازه چند برابر دولت‌های گذشته که انتخابات برگزار کردن شما امکاناتی فراهم بکنید. ممکنه این صندوق بخواد بره در به منزل فردی که بیمار هست، ولی این تسهیلات برقرار نشه. چون الان مثلا دولت اعلام کرده 4000 شعبه جدید ایجاد شده. خب بسیار خوب، این خیلی خوبه. یعنی ما هر چقدر بتونیم رأی رو بگیریم، اگر البته بنده معتقدم عزیزان تو وزارت کشور و توی مسئولین کلان باید یه تصمیم بگیرن، واقعا 89 میلیون رو رأیشو گرفتن، اونم مردم ما که طبق عادت روز جمعه رو معمولا استراحتشون طول هفته دارن کار میکنن، استراحتشون از تا بعد از ظهر ممکن استراحت کنن، بعد از ظهر تازه بخوان برن وارد مشارکت بشن. بعد زمان رأی گیری ما واقعا خنده‌دار هست، یعنی تا 6 بعد از ظهر، بعد تمدید میکنن تا 8 شب، بعد تمدید میکنن تا 10 شب، بعد انگار در حالی که در اولین قدم با تا 12 شب، در قدم بعدی باید تا 2:30 شب. یعنی اگر ما میخوایم تلاش بکنیم رأی همه احاد مردات رو بگیریم، اگه برامون مهمه نظر مردم. من یادم است در همین 1400 رصد میکردم تلویزیون رفت ساعت 1:20 نصف شب، 1:20 رفت از ارومیه، صف طویلی جلوی اون مرکزی که رأی گیری میکردن. خب طبیعتاً اگر این کسانی که رأی گیری میکردن نمیخواستن واقعا رأی بگن، میتونستن در رو ببندن. بعد به یه خانم گفته شما برای چی اومدی این ساعت رأی بدید؟ این خانم بسیار معمولی و عادی بود، اینها تو آرشیو مراجعه کنید هست. ایشون گفت من اومدم سر ساعت شهادت شهید سلیمانی رأیمو بندازم تو صندوق. ببینید مردم با این انگیزه، حتی خارج از کشور، شما در انتخابات 1400 شاهد بودید در خارج از کشور زیر فشار گوجه گندیده و باتوم و اینها، مثلا خانمی که تیشرت فقط پوشیده، رو تیشرت هم عکس شهید سلیمانی، ایشون رفت رأی داد و خانواده‌های دیگه‌ای که می‌خواستن رأی بدن به شدت باشون برخورد. به نظر ما رکورد زدیم در این 1400 توی رأی دهی، ولی خب مسائلی بود که بالاخره اون مسائل اثرگذار بود در جمع رأی مردم و به نظرم ما ضعف داشتیم. بنده خودم ساعت 8 صبح رفتم رأی بدم در منطقه پاسداران، دیدم که مردم اومدن، پیرمرد پیرزن نشستن روی صندلی وسط حیاط، هنوز اون سیستم درو باز نکرده تا 40 تا نیم ساعت 45 دقیقه. ببینید من میخوام بگم ما از حق مردم باید کامل دفاع بکنیم و قبولم داریم کاهش پیدا کرده، منتها این دو تا انتخابات در این شرایط اتفاق افتاد. به نظر میرسه که یعنی مدام قضاوت زوده هنوز راجع به اینکه باید صبر کنیم. من با داده هایی که خودم دیدم تو صندوق ها، اینا مثلا آرای سفید، ببینید آرای سفید اینه که دو انتخابات همزمان داشت برگزار میشد، ما شاهد بودیم فردی اومده بود رفته بود بنویسه، اومد گفت آقا یه لیست دیگه مردم دارن رأی میدن، این کسی که بود گفت مگه شما می‌خواستید مثلا به اون یکی دیگه هم رأی بدی؟ لذا بعضی وقتا رأی گیرنده ها خودشون این کاغذ رو تا می‌کردن، میگفتن ریاست جمهوری مثلا رأی بدی فرضاً کافیه. لذا این مسائل هم دخیل می‌شود. به هر حال مجریان عرض کنم که کسانی که برگزار می‌کنن باید نشان بدن که براشون گردآوری و جمع‌آوری رأی مردم مهمه. به نظر من دولت گذشته یه قدری بله انگیزه لازم برای این قضیه، تو بحران‌هایی هم داشت، مشکلاتی هم داشت، مشکلات اقتصادی داشت، این هم شاید دخیل بوده. به هر حال این مسئله است. بسیار متشکرم. خب آیه باقری، آیه یاسری، الان این دو تا رو انتخابات اخیر یه مقدار به کرونا و خلاص خیلی بگه معنای بله افت جهانی مشارکت و سیاست های دولت های روحانی و نحوه جمع‌آوری رأی‌گیری و اینا همه مؤثر می‌دونه. یعنی بالاخره شاید زود باشه ما قضاوت بکنیم که ما وارد رکود دوره رکود شدیم یا نه، یه دو سه دیگه باید صبر کنیم. مثلا حالا بر فرض اگر بذاریم که این نشانه های رکوده، چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید اول من در خصوص آمار جهانی، البته از نظر من مهم نیست چون اشاره شد، فقط برای اینکه در واقع ثبت بشه در جریان این بحث، من این آمار عمدتاً مال سال 2020-2021 تا 2022 از 7-8 کشور توسعه یافته جهانی، آمریکا 70%،
و نکته جالبش اینه میان دوره‌ای 2022 هم 70% شده، یعنی یه خلاف عادتی در عرف مشارکت مردم آمریکاست، چون معمولا دو سال بعد میاد پایین. بلژیک 88%، سوئد 84%، استرالیا، سالاش هم میخواید بگم، بلژیک 2019 یعنی دیگه آخر دور است تقریبا، سوئد 2022، استرالیا 89%، 2022، سوئیس یه استثناست 45%، 2019، شیلی کماش هم گفت 47%، 2021، ترکیه بغل گوش خودمون 86%، هم 2018 هم 2023، کره جنوبی 77%، 2022. همه اینا تو همون هول و هوش انتخابات فرانسه ماست. پایین بود تو دوره، نمیدونم. نه فرانسه من الان چون یهو شک کردم. آره خوب شد گفتید که من بگم. نه ببین انتخابات برگزار کرد. این الان من آمار رسمی انتخابات جلومه. حالا بینندگان میتونه همین الان سرچ بکن. انتخابات 2020 فرانسه که سال 99 ما قاعدتا میشه دیگه، توی کرونا هم بوده، 73% مشارکت داشت. اعدادش هم من دارم. این انتخابات محلیه به نظرم. نه اونی که شما میفرمایید محلیه، این انتخابات ریاست جمهوریه که رئیس جمهور توش انتخاب شده. میزان مشارکت 35 میلیون رای دادن، شرکت نکرده 12 میلیون. 20-20. حالا میشه یه سرچی کرد. اینو من هم از چیز درآوردم دیگه، من هم آمار رو از 20-21 و اون ببینید ما یه 25-48 داریم، یه 28 داریم، ممکنه انتخابات محلی باشه. این انتخابات چیز که رئیس جمهور انتخاب شده. حالا البته الان میخوام بگم خیلی مسئله چیزو، ولی یعنی میخوام بگم نرم مشارکت در کشورهای توسعه یافته همین است که من خدمت شما عرض کردم. بله ما سوئیس رو داریم که سوئیس اساساً انتخابات میزان مشارکت پایینه. اونجا پایینه، معنی خاصی هم به لحاظ سیاسی نداره. حالا اگر این مثلا انگلتی سرش بود من وارد این بحث میشم، اما الان ازش میگذرم. این پس یه بحث که ما آراء جهانی در واقع اینجوریست در خصوص انتخابات. اما این که مثلا این افت مشارکت مربوط بشه به عمل کرده یه دولت خاص، مثلا دولت آقای روحانی، یا این که مثلا بحثایی حالا مقایسه مثلا با انتخابات دنیا و اینا، من مشکلی ندارم بخواد این مقایسه ها بشه. خودم این رو تک معیار برای افت مشارکت نمیبینم، اما قطعا مؤثر میدونمش که حالا خواهم گفت توی اون علل قطعا مؤثره. منتها خوب اگه ما بخوایم اینجوری قضاوت بکنیم عکسش هم هست دیگه، یعنی اون وقت مشارکت های 70-80% هم میره تو کیسه یه دولت های خاص ها. یعنی اون وقت ما حاضریم اونا رو هم به رسمیت بشناسیم، یعنی بچه منفیشو که میگیم بچه مثبتش هم عمل کرده مثبت اون دولت ها، یا خود دولت اول آقای روحانی انتخابات 96 که 73% مشارکت داشته حاصل 4 سال دولتداری آقای روحانی بوده دیگه. یعنی خب اینام هست، حالا باز من مشکلی ندارم، یعنی حتی میگیم این افت مشارکت مال دولت آقای رو. نه آقا ما کوچیک شما دولت آقای رو. ببینید من بحثم اینجاست، اصلا من بحث و سیاسی جناحی اینجا نمیخوام بکنم. من میگم با یک پدیده ای ما روبرو هستیم در کشور. از اینکه این پدیده رو در واقع به عوامل مثلا فرعی منتسب بکنیم یا بخوایم از اهمیتش بکاهیم، خب این کار درستی نیست، چون مچ نمیخوایم از هم بگیریم، مچ هم دیگر که نمیخوایم بخوابونیم. ما بحث رو از اینجا شروع کردیم، بحث مشارکت یک بحث مهم در سرنوشت کشور ما و انقلاب اسلامی ماست و من اونو ذاتی انقلاب میدونم و ذاتی جمهوری اسلامی میدونم. به تعبیر دیگه من میخوام ادعا بکنم جمهوری اسلامی با مشارکت پایین اون جمهوری اسلامی که باید میبوده نیست.
این موضوع اهمیت داره. جمهوری اسلامی که طی 4 دهه با همه فراز و فرودا با متوسط 60% مشارکت سیاسی اداره شده، اعتراض هم بوده تو این دوره ها، برخی منتقد این دوره ها هم بودن، برخی از این انتقادات وارد هم هست از قضا، منتها این واقعیت غیر قابل انکاره که توی این 4 دهه 60% مشارکت متوسط وجود داشته. خب این اتفاقی که الان افتاده، من میخوام بگم این مهمه، اینو باید بررسی کرد. این افت مشارکت رو باید به رسمیت شناخت، یعنی چشم و ابرو براش نذاریم، به رسمیت بشناسیمش، بعد بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب ببخشید باقری، چون این مدار وقت اون آره من کمه سریع. من آره باشه باشه باشه. اون تشخیص شما ببین. رو سریع تر بشنویم. 5-6 تا عامل رو از دید خودم عرض میکنم. اول میخوام به دلایل افت مشارکت بپردازم. اینام برگرفته از نظرسنجی رسمی ایسپا در آبان ماه امسال، مستند به اونه، مال من نیست. عوامل مؤثر در افت مشارکت، یعنی افت مشارکت در انتخابات در پیش رو دیگه، یعنی کسانی که گفتن رأی نمیدیم، به چه دلایل رأی نمیدند؟ عدم رضایت از شرایط کشور، عدم امید به آینده کشور. اولی مال شرایط فعلیه، دومی چشمنداز. عدم رضایت از عملکرد مجلس کنونی، عدم امید به اثر بخشی نهاد مجلس و احساس بیقدرتی سیاسی که شاخصهایی داره. ببینید این 5 عامل که حالا هر کدوم دیتیل داره و میشه روش صحبت کرد، اینها بخشی از دلایل مهم افت این مشارکت، یعنی این افت اتفاقی رخ نداده، عواملی داشته. این عوامل کار کرده در این افت مشارکت و همچنان داره کار میکنه، چون این مال انتخابات آینده است، یعنی این دلایل کسانی که تو این انتخابات 6 روز دیگه نمیخوان رأی بدن. خب اینها رو باید پایش کرد، اینها رو باید به رسمیت شناخت، اینها رو باید چاره کرد و سیر نزولی مشارکت انتخاباتی رو برگردوند. همه هم باید بکنن. من نمیخوام انگشت اتهام سمت کسی بگیرم، من دارم خونسا صحبت میکنم. اینها رو باید در واقع دریافت، این عوامل عدم مشارکت. من تا چون به جا تذکر دادید، من از این الان میگذرم. ببخشید من تک سلفم هم اذیت میکنم از ما. ببخشید مبحث بعدی من اینه که حالا این افت مشارکتی که رخ داده، نگرانی بعدی من اینه که اونگونه که باید و شاید انسان احساس نمیکنه که نسبت به این زنگ خطرها به صدا در اومده باشه و در خصوص این چاره سازی کسی دنبالش باشه. و من با اجازه شما یه خودم میخوام پامو جلوتر بگذارم. یه وقتایی این احساس با آدم دست میده که گروهی به دلیل اینکه زینفعه، جز زینفعان این کاهش مشارکت هستند، نه تنها دغدغه‌ای بر این کاهش مشارکت ندارن، بلکه ازش استقبال میکنند. حتی ممکنه این گروه و این آدمها لسانی دعوت به مشارکت هم بکنند. ببین من حالا یه مثالای همینجور دم دستی میگم، تو همین 2-3 ماه گذشته که
منتهی به انتخابات داره میشه. اتفاقایی که افتاده، ببینید یه سنتی، حالا بگم سنت بگم چی، یه رویه‌ای بوده تو این کشور، منم زیاد باش سر سازگاری ندارم، منتها یه رویه‌ای وجود داشته که در نزدیک انتخابات از اقدامات تنش‌زایی که روی مشارکت تأثیر منفی بگذاره خودداری میشه. یه سنتی بوده تو این کشور ما بوده، مردم هم میدونن دیگه، میگن خریدار رو میخواییم بکنیم تا دم انتخابات بکنیم، بعدش قیمت ها میره باز. ها؟ خیلی تو این انتخابات من 5-6 مورد رو برای شما میگم اتفاقایی که افتاده، میخوام بگم زنین میشه آدم که زینف آن این کاهش مشارکت چه بسا دستن در کار باشند. از آخری شروع کنم، همین چند روز پیش اعلام شد که فیلتر شکن غیر قانونیست، استفاده از فیلتر شکن، کاربری فیلتر شکن هم همه مردم خودشون بهتر از من میدونن که الان در استفاده از اینترنت فیلتر شکن چه نقشی داره. خب این یک هفته به انتخابات اعلام میشه، یک موضوعی که شاید کلان نگاه بکنی موضوع کم اهمیت مون تو اثر وضعی داره، این پیام میده. دو، در جریان تصویب لایحه بودجه اقداماتی رخ میده، از جمله زمزمه این میشه که قرار مالیات اخذ بشه از گردش حسابهای شخصی مردم. اینا همه تو محدوده دو ماه به انتخابات رخ میده. سه، برخی احکام قضایی که به هر حال بخش‌هایی از جامعه اجرای این احکام جریح دار می‌کنه احساسات و عواطفشون. باز در این مقطع اجرا میشه. چهار، عدم تجدید نظر اساسی در مسئله تایید صلاحیت‌ها. رهبر انقلاب اشاره می‌کنه، دیگران میگن، احزاب میگن، اصولگراها میگن، اصلاح طلبا میگن، همه میگن و همه از شیوه رسیدگی به صلاحیت ها مینالند. یعنی این دیگه این بار فقط مال اصلاح طلبا نیست. خب باز هی بالا میره پایین میاد، آقا بررسی میکنیم میبینیم میبینیم میبینیم، نتیجه این میشه که اعلام میشه و یه تکخالایی تو این انتخابات رو میشه که دیگه خیلی تکخاله. صلاحیت رئیس جمهور 8 ساله این مملکت برای مجلس خبرگان رد میشه، آقای روحانی رد صلاحیت میشه، وزیر اطلاعات 8 ساله رد صلاحیت میشه، حالا 2 سال قبلش آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه رئیس مجلس. خب اینها پیام داره. یعنی من به عنوان یه آدمی که یه خود شاید ذهنم مریض باشه، اینا رو اعصابم میره دیگه. یعنی اینها یه المانهایی میشه توی و حالا مورد دیگه، اصلا نوع دعوت به مشارکت در انتخابات من میخوام بگم برخیش دانسته یا ندانسته ضد مشارکته. ببینید این که ما انتخابات رو بیعت با نظام و مسئولین نظام معرفی میکنیم، برای بخشی از جامعه هدف ما، بخشی از مردم کار میکنه، قبول دارم من، اما اون کسانی که این ادبیات رو به کار میگیرند آیا به این فکر نمیکنند که مخاطب شما اونها که تحصیل حاصل حضورشون در انتخابات، تو برای کی داری اینا رو میگی؟ این که مشارکت در انتخابات حمایت از ملت فلسطین و نمیدونم غزه و تیری به چشم نمیدونم آمریکا و اسرائیله، اینا کار میکنه؟ یعنی این گونه دعوت به مشارکت کار میکنه برای بخش منظور تو؟ من میخوام عرض بکنم یک زینفعانی داره این کاهش مشارکت که بخشیش دیگه من بحثم جمع میکنم،
بخشش برانداز خارج از کشور، دو نوع زینف داره کاهش مشارکت. اینها رو هم باید دید، اون عوامل پایش علمیش، این طرف از ناحیه اقدامات زینفعان، زینفعان کاهش. یک برانداز خارج از کشوره که با کاهش مشارکت تیغش نسبت به ملت و کشور ایران تیز میشه، و بخشی از این زینفعان کسانی هستند که تجربه این انتخابات 45 ساله نشون میده پیروزیشون در کاهش مشارکته. خب این که دیگه گفته من نیست، این معلومه که برخی زینفع کاهش مشارکته. وقتی انتخابات مشارکتش بالای 50-60 درصد بوده، توی تهران 30 هیچ میبازند، استثنام نداره. خب اینها به زینفعان مشارکتند، اعمالشون هم آدم میبینه که برخیش رو من عرض کردم. من میخوام بگم که در بررسی علل مشارکت باید به این موضوعات نیست توجه داشت. بسیار متشکرم. مثلا من فقط این در واقع تحلیل سیاسی از فضاست که شواهد و قرائنی هم داره دیگه، یعنی کلی شواهد و قرائن داره که آقا بالاخره نفعشو زینفعانی دارن میبرن و یه سری اقدامات هم هست که نشون میده. حالا به صراحت اگه بخوام بگم، عده‌ای در خود بدنه حاکمیت هستن که علارغم شعارهای پرتمطراق مشارکت و اینا واقعا مشارکت رو نمیخوان. قبول دارید؟ ببینید، حالا من عرض کردم ما راجع به جریان سیاسی که الان اینجا مدافع نداره به نظرم صحبت نکنیم بهتره. یعنی فرض بفرمایید اینکه فرض بفرمایید مثلا اگر یه جریانی نماینده نداره تلاش میکنه تا انتخابات ضعیف برگزار بشه، خب طرف مقابل هم میتونه اینجا گزینه ای رو مطرح بکنه، مثلا بگه که سال فرض بفرمایید 1400 که هیچ یک از اصلاح طلبان حاضر نبود مسئولیت دولت قبل رو بپذیره و اقداماتش رو، پس در واقع کاهش مشارکت اونجا هم به نوعی نتیجه این بوده و این قضیه رو در واقع مطرح بکنه که پس اون زمان عده‌ای نفع می‌بردن از اینکه مشارکت کم بشه. به نظر من این تحلیل یه تحلیل منصفانه نیست. ما اگر اساس حاکمیت رو در نظر بگیریم، من عرض کردم به نظر میرسه همین مؤلفه‌هایی که اشاره فرمودن، همه اینها برمیگرده به وضعیت اوضاع اقتصادی کشور. وضعیت اقتصادی خب در دهه 90 به اذعان آمارها کاملا منفی بوده، یعنی تلاشش رو، من از اون کسانی نیستم که من نظر رهبر انقلاب قبول دارم، تمام دولت ها تلاش کردن، خدماتی داشتن، بابت خدماتشون ازشون متشکریم و بابت اشتباهاتشون هم نقد میکنیم. منتها این آمارهای اقتصادی به هر دلیلی، به هر دلیلی اینجا یک دهه اینا به اصطلاح مناسب نیستن. چون برخی هم همون دوره تحلیل دوره سیاسی بدبینانه نسبت به اقدامات دولت داشتن که دولت های روحانی عمدن داره این کارو میکنه برای حالا مثلا پروژه. بله این دیدگاه هست، یعنی این دیدگاه میگم بدیل داره. اون وقت اگر ما این رو مثلا بپذیریم، اون رو هم باید بهش صحه بگذاریم. لذا این 10 سال افول شاخص اقتصادی، بعد ببینید ضرباتش بیشتر میخوره به طبقه محروم. حالا درسته اوائل دولت تلاش کرد تورم رو در یک میزانی نگه بداره، ولی یک دفعه این فنر خارج شد، یعنی این کنترل از دست رفت. به علاوه خود آقای رئیس جمهور سابق، ایشون اومد انتهای دولت خودشون گفتن امروز شدیدترین تحریم و شدیدترین فشار خارجی رو ما داریم تجربه میکنیم، که دیگه در واقع فشار خارجی میتونه شهادت شهید سلیمانی در اون زمان باشه. این پس یه نکته که در واقع به نظر من میاد الان هم آقایون مجلس باید بیان تبیین بکنن که چه کردن برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی. البته یک بخشش ملموسه، یعنی یه بخشش رو میشه بهش اشاره کرد. مثلا فرض بفرمایید که اگر بر سر آمارهایی که داده میشه توافق بکنیم، این که آمار تورم در دو دولت بعد از انقلاب اسلامی رکورد زده، یکی دولت بعد از جنگ، یکی دولت سابق. خب این آمار رسید به حدود 60%، 65%. تلاش کردند آقایون این آمار رو، این درصد رو بیارن پایین روی 35-40%، البته رو کالاهای اساسی، و به علاوه یارانه رو هم افزایش بدن، برسونن مثلا به
7-8 ده برابر بکنن برای طبقات محروم الان تا 520 تومن 620 تومن. اتفاقا این برخلاف فرمایش ایشون، یعنی نکات مثبت هم هست. ببینید ما میتونیم تحلیل فقط متمرکز کنیم بر نقاط منفی، میتونیم کلان ببینیم، یعنی قوت ها و ضعف ها و تهدید و فرصت ها رو اصطلاحا با هم ببینیم. اون موقع تحلیل در واقع استحکامش بیشتر میشه. مثلا فرض بکنید که تلاش کرده یارانه رو ببره بالا، یه کاربر خارجی نوشته بود گفتش برای من جالبه در ایران خدمات دولتی کاملا رایگانه، و در کشور دیگه گفت که من این شرط رو نمیبینم که مثلا یه کار خانواده 4 نفره من نمیخوام حمایت بکنم، یا فرض بکنید بعضیا فکر کنن نفس ما از جای گرم، ما هم گیره خلاصه اجاره خونه اینا هستیم. منتها نکتهش اینه، میخوام بگم که شرایط تفاوت کرد. در شرایطی کشور ما با شرایطی مواجه بودیم که هم به لحاظ روانشناختی هم مواجهه خوبی با مسائل نمیشد. مثلا در شرایطی که مردم زیر فشارها هستن، اون وقت مثلا رئیس محترم دولت یه مثلا لباس ورزشی عکسشون منتشر میشه، لباس ورزشی پوشید، از کلاهشون تا کفش خارجیشون، کفششون همه خارجی و مارک خارجی داره. خب ببینید این، من یه وقتی همون موقع توی برنامه عرض کردم اگر ما نمیتونیم مشکلات رو حل بکنیم، خب حداقل با مردم در یه سطح زندگی بکنیم. و اون دولت‌هایی که خیلی محبوب بودن توشون مشارکت رفته بالای 85%، اون ویژگیشون همین بوده. اگر هم مشکل وجود داشته ولی بین مردم زندگی می‌کردن، یعنی طرف می‌دیده که این داره همینجا در واقع تردد می‌کنه، خودش وزیر امثال اینها. این بحث بسیار مهمی است. من قبول دارم بحث مشارکت مهمه، از مشارکت مهم‌تر این است که سیاست‌های ما بره به سمت سیاست‌هایی که طبقات محروم دیده نشن. مثلا آقا وزیر سمت دولت قبلی، این که هست توی ایشون گفت 7000 کارگاه و کارخونه تعطیل شد. ببینید این به اون طبقه، این کارگری که تعطیل میشه یا به طریق غلطی خصوصی سازی شد، این کارگر بیکار میشه، مثلا نشکر هفت تپه میره تو خونش، خب طبعا نمیتونه جواب خانواده‌شو بده، خانواده متزلزل میشه، ممکنه آمار طلاق بره بالا، این فرد ممکنه درگیر مسئله ای فرض بفرمایید به لحاظ روحی روانی بزه اجتماعی هر چی بگید آخرش پیش بیاد، ممکنه پیش بیاد. خب این که مثلا دولت بیاید برای این قضیه این 5-6000 کارخانه و کارگاه رو که بعضیش بدهی بانکی داشتن، خب اصلا دولت رو ما برای چی میخوام؟ دولت رو برای همین هماهنگی های بین دستگاه ها ما میخوایم دیگه، مگر چرا دو چه نیازی به دولت داریم؟ خب حالا اینجا دو تا دیدگاه هست. بعضیا قائلن که اساسا وظیفه دولت این کارها نیست، دولت باید رها بکنه، بازار رو رها بکنه و قیمت ها رو رها بکنه، همه چیز دولت های به اصطلاح رفاه یا لیبرال. یه دولت هم میگه من مسئولم، مثلا قیمت گوشت میره بالا، تلاش میکنه میره برای مثلا همین میادین شهرداری گوشت رو به قیمت 300 تومان بیاره به فروش برسونه. درسته قیمت بازار آزاد مثلا رفته بالا، ولی قیمت برای طبقات، یا مثلا همین کالای اساسی مثل روغن، مثل پنیر، مثل اینها رو با همون یارانه سعی بکنه که افراد بتونن تهیه بکنن. ببینید ما اگر طرفدار مردمیم و خاک پای مردمیم، این باید مهم باشه. من کار ندارم، مهم اینه الان مشکل حل، اگر مشکل حل بشه این فرد احساس بکنه که یه قدری از اون شرایطی که قهر جدول بود اومد بالاتر، وضعش بهتر شد، این میتونه کم کم به افزایش امید منجر بشه. من بیشتر نگران سیاست ها هستم. به آقایون فعلی هم ما انتقادمون همینه. ببینید ما از مجلس انقلابی انتظار داشتیم که رو اولویتی که رهبری بهش گفت که شما 4 سال بیشتر زمان ندارید، خب کارهای خوبی رو انجام دادن، جای خودش محل بحثه، ولی این مقوله اختلاف شدید درآمدها که شما وقتی اختلاف رو تعیین میکنید، درآمد اختلاف بین حداقل و حد اکثر، خب این رو ما چرا کاهش نمیدیم؟ یعنی چرا ما رسما پذیرفتیم این که طرف بیاد 50 میلیون 60، من چند روز پیش رفته بودم توی یکی از مناطق کشور، خب 2 تا کارخانه بزرگ کشور تو اون منطقه است، اینا با این که مثلا گفت این کارگر این کارخونه فیش 25 میلیونی هم داره، ولی از معترضین هستن، یعنی همیشه تا یه تقی به توقی میخوره، گفت برای چی؟ گفت برای که اون کارخونه اونجا مثلا این 25 میگیره، اون 40 میگیره، این 25 میگیره، اون 30 میگیره، همه اون منطقه ناراضی هستن. خب آقا دولت نباید به حساب، یعنی مجلس نباید این قضیه رو حل بکنه، تلاشایی هم تو صورت گرفته، ولی میخوام عرض کنم که ما انتظارمون اینه، یعنی سیاست ها به نظرم مشارکت خیلی مهمه، ولی گره گشایی به خصوص طبقات پایین دست. یعنی مثلا اصلی ترین، ببخش من تا اینجا خلاصه بکنم، یعنی اصلی ترین مسئله مشارکت و بالا بردن آمار مشارکت، این بحث سیاسی و سوری قضیه و اینها به این معنی نیست. مسئله اقتصاده و دولت و مجلس واقعا دارن سعی میکنن که تثبیت اقتصادی ایجاد بشه و این منجر به مشارکت بالا میشه. ولی اینکه حالا یه مشکلی در تایید صلاحیت ها و یعنی راه حل در حواشی سیاسی
نیست و این بله بله. در واقع زینفان کاهش اصلی نیست. مسئله اصلی الان به نظر من آقای دکتر بیدلی، مسئله اصلی اصلا این نیست که مثلا آقای فلانی تایید شده یا رد شده. گزینه ها که متعددن، منتها نکته اینه که نسخه اقتصادی جدیدی که میخواد ارائه بشه چیه. یعنی قیافه ها که بالاخره افراد دوچار امام فرمود میزان حال فعلی افراده، ممکنه بالاخره قانون هم که ما به اصطلاح اینو میپذیریم در این قضیه با جریانات مختلف همراست هستیم، ما قانونگرایی باید باشه، نباید برای هیچ کس تبعیضی اتفاق بیفته. فرق نمیکنه آقای مثلا دکتر روحانی باشه، آقای دکتر لاریجانی باشد، یا یک نماینده جزئی، یا یک کسی که در یه جایی گوشه کشور او رد صلاحیت شده، چه تفاوتی میکنه؟ مسئله اصلی این است که آیا قانون رعایت شده یا نشده، که معمولا گفتن آقا ما به خود فرد میتونیم این قضیه رو توضیح بدیم. نکته اساسی تر این نسخه اقتصادی که اینا میخوان بیارن چیه؟ ببینید آقایونی که الان به هر حال لیستا رو میبندن، نسخه اقتصادیشون نمیگن چیه، ولذا بعضا تأکید میکنه. شخصیت های مهمی هم تأیید شدن، مثلا جناب آقای نوبخت تأیید شده، ایشون معاون در واقع دولت قبلی بودن، شخص مهمی بودن. اشخاص دیگری که تأیید شدن و اعلام گرایشاتی که کردن که مثلا چند درصد اصلاح طلبن، چند درصد اصلا مستقلن. نگاه کنید، ما شخصیت های مستقل رو نباید جز اصولگرا به حساب بیاریم. خیلی هستن ادعا میکنن که آقا ما اصولگرا نیستیم، یعنی چون جریان اصولگرایی به معنی انقلابی بودن نیست. بعضی میگن انقلابیان یه اصول، ما و انقلابی اصلاح طلب داریم، انقلابی اصولگرا داریم، انقلابی مستقل داریم، انقلابی با اسامی دیگری داریم. اصلا داخل خود جریانی که به عنوان اصولگرایی هست الان شما ببینید که چقدر اختلاف نظرها شدیده، اختلاف نظرهای جدی وجود داره. این یعنی این که فقط ما یه دو تا جریان نداریم، مثل مجلس فرانسه نیست که جریان راست مجلس و در چپ مجلس که حالا اسم عوض میکنن. همین جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی، خب سال دهه 80 اسمش عوض شد، قبلا روحانیون و روحانیت بود و اینا راست و چپ بود و عوض شد. این اسم گذاری مهم نیست، ما گروه ها و اشخاصی داریم که اینا نظر دارن، اینا نسخه دارن. به نظر من ما الان باید ببینیم نسخه اصلی چی. آقایون میگن که نسخه اصلی همون است که مثلا رفتیم توی دولت قبلی با امریکایی مذاکره کردیم. خب اون که امریکایی حاضر نیست به اون عهد خودش وفادار باشه، اونو چه کنیم؟ آیا ما خودمون رو تحریم کنیم؟ یعنی الان نسخه این است، ما با دولت یه تلاشی کرد، من به این دولت نمره 20 نمیدم هرگز، ولی فرق است بین نمره بالای 10 و زیر 10. دولت قبلی حتی جیبوتی اومد باش قطع رابطه کرد. ببینید بالاخره ما علوم سیاسی خوندیم، تو سیاست آداب دیپلماتیک، تو بحث‌های مسائل سیاست خارجی، سیاست داخلی شما بالاخره کارکرد اون سیاست خارجی مهمه. یا مثلا فرض بفرمایید بله یه آثار مثبتی هم داشته، میگن آقا مثلا آثار مثبتش هم این بوده که نمیدونم ما مذاکره کردیم، نشان دادیم که ما اهل مذاکره، درسته، ولی خب ما همه امتیازها رو روی زمین دادیم به طرف مقابل. الان رئیس انرژی اتمی ما میگه ما فروش در آب سنگینمون امریکایی‌ها میخرن، خب نمیتونستیم همون موقع از طریق درآمد کسب بکنیم. بله، میخوام عرض کنم که سیاست ها مهمن و مردم اگر یک آرامشی ببینن، خب 10 سال وقتی آمار منفیه، این آمار بخواد برگرده لااقل 10 سال زمان رو میبره تا اصلاح صورت بگیره. طبعا ما از مردم نباید انتظار داشته باشیم. من یه صحنه ای رو یه دقیقه جنبند رو فهمید، یه صحنه ای رو روزی که رئیس جمهور جدید اومد، ایشون رفتن، خب شرط کرونا بود و مردم داشتن تعداد زیادی فوت میشدند و اینها، و اعلان هم شده بود که ما تا FATF نپذیم نمیتونیم وارد کنیم. فرض بفرمایید ایشون رفت بیمارستان داروخانه 29 فروردین، اونجا وارد شد، مردم تو صف ایستاده بودن، مریض بودن، خب شرایط بغرنجی بود واقعا. بعد از اونجا که اومد بیرون، یک خانمی محسن نیشیز اومد جلو ایشون، خانم معمولی با پوشش معمولی، گفت آقا من به شما رأی ندادم اما خوشحالم تو رئیس جمهور من شدی. ببینید ما دنبال این به اصطلاح امید بخشی و برگشت امید. اون وقتی است که کارگران هفت تپه رفتن جلو قطار آقای رئیس جمهور رو گرفتن، رئیس جمهور جدید گرفتن، پیادهش کردن، تشکر کردن. خب شما کارخانه ارج تعطیل شده بود، کارخانه هپکو تعطیل شده، کارخانه نساجی مازندران تعطیل شده و کارخانه بزرگ دیگر احیا میکنید، اون کارگر امید بهش برمیگرده. و من متاسفانه یه رفتارهای در دولت قبلی ما دیدیم، در انقلاب شاید کم نظیر بود، این که مثلا رئیس جمهور مورد اهانت یه سری کارگر قرار بگیره، هم این نباید اتفاق بیفته. خب طبعا شرایط این گونه میشه، ما چقدر زمان باید ببره تا رابطه بین مردم و مسئولین در واقع نزدیک بشه؟ ببینید اینا فاصله ها و گپ های بزرگی است که بین مردم و مسئولین شکل گرفته. من سیاسی نمیخوام ببینم، من در همون دولت تشکر میکنم از فرض بفهمید خدماتی که اون دولت انجام داده، ولی خب این مشکل هم ایجاد شده، حل این مشکل یک شبه یک روزه در واقع اتفاق نخواهد افتاد. بسیار متشکرم. باقری من بخوام این مقدار تیزتر همین بحث رو بگم، اینه که خیلی خوب قبول، زینفعانی
در کشور هستن که نمیخوان مشارکت داشته باشن. اما اگر اصل مسئله و علت عدم مشارکت مسئله اقتصادی است، این انگشت اتهام رو به زینفان دیگری ظاهرا نشون میده تا این کسانی که شما بهش اشاره کردید. برای بله خیلی ممنون. من تشکر میکنم از آقای دکتر یاسری. من چون میخوام توی تایتل شما صحبت بکنم و برای من مهمه این بحث، و نکات به نظر خودم مهمی هم از بحث مشارکتم باقی مونده، اگر شما اجازه به من بدید من فقط دو سه مورد و همینجور گذرات چون در بین صحبتهای بردرمون بود یه اشاره بکنم و برم سر همون مشارکت. توش سعی میکنم از اون زاویه‌ای که شما هم گفتید اشاره بکنم. چون ببینید نکاتی که مطرح شد در خصوص عملکرد دولت و اینا، اینا بحث های خیلی خوبی، اما الان موضوع اصلی بحث ما نیست. منم حاضرم، یعنی کاملا حاضرم این بحث عنوانش گذاشته بشه، منم به سهم خودم حرفایی دارم میزن. اما ببینید اینجا مثلا یه دیتاهای نادرستی متاسفانه داده شد. اینکه تو انتخابات 1400 هیچ کس جرأت اینکه عملکرد دولت 8 ساله آقای روحانی رو گردن بگیره نبود. آقای جهانگیری کی بود؟ مثل اینکه ما یادمون رفته که آقای جهانگیری مرد و مردونه اومد کاندیدا شد و مرد و مردونه آقای جنتی رد صلاحیتش کرد. و کی بود آقای جهانگیری؟ این یه نکته. این که هیچ 1400 نیامد از دولت آقای روحانی، معاون اولش اومد. نه من جریان قالب به اصطلاح قالب تر از آقای جهانگیری جز قانونی ترین شخصیت های اصلاح طلبه، از اون برم معاون اول دولته. این یک. بعد اشاره شد که خب مثلا ممکنه بعضی هم بگن اون مشارکت که پایین اومد اقدامات آقای روحانی بود، مشارکت پایین اومد. بله میشه این حرفم زد، منتها من میخوام بگم یه شاغولی ما داریم برای اینکه ببینیم کی دخیل بوده. من میگم زینف کی بوده؟ آیا آقای روحانی از پایین اومدن مشارکت در انتخابات 98 و 1400 نفع ایمی برد؟ نفع او که دوستان بردن که. اینم بحث بعدی. عرضم به حضور شما در خصوص اینکه علتهای رد صلاحیت و اینها، بله ممکنه یک کسی الان صلاحیت داشته باشه فردا نداشته باشه، حرف درستیه. منتها کسانی که تو این مملکت در رأس امور بودند، کار کردند، چندین سال جز مقامات اول کشور بودند، وقتی رد صلاحیت میشن آیا این ابهام نباید بر جامعه حل بشه؟ آقای روحانی 3 نامه داده که آقا اعلام بکنید منو برای چی رد کردید. حالا آقای عرافی گفته بله من گفتم سریع اعلام بکنید. حالا امیدوارم این اتفاق بیفته. 3 نامه داده ایشون. بله ممکن آقای روحانی هم بی صلاحیت شده باشه، من اصلا رد نمیکنم. البته ایشون برای انتخابات مجلس خبرگان میفهمم. بله برای خبرگان. بله اتفاقا صلاحیت های خبرگان اتفاقا متفاوته، چون ایشون که مسئله دیگه سواد و اینا نداشته که، 4 دوره تایید شده، اجتهادش نپریده که آقای روحانی. لابد چیزای دیگه ای خب اعلام بکنن. یا آقای معمای آقای لاریجانی هنوز تو کشور ما مونده. این نامه آقای لاریجانیه که دادم بهش، چون رسما منتشر نشد منم میترسم بخونم اینجا. محرمانم داره، محرمانم داره. خب این نامه، این محتوا، این 7 بند ترجمانی از علل شورای محترم نگهبان برای رد صلاحیت یه آدمی مثل آقای لاریجانی تو این کشور. ببین من هیچ سمپاتی خطی و سیاسی و جنایی با آقای لاریجانی ندارم، منتها ایشون رئیس صدا و سیما بوده 3 دوره. آخه اینا دلایلشه.
ملت هم دیدن دیگه، حالا همه با هم رو درمسی داریم، برای هم نمیتونیم بخونیم، همه دیدن چیه اینجا. خب اینم از این. حالا من برم تو قصه مشارکت. این هم نشون میده که اصولگرا و اصلاح طلب هر دو رد شدن دیگه. هم آقای روحانی رد شده، هم آقای لاریجانی خب رد شده. بله من میگم هیچ کدوم نباید رد بشن. من اتفاقا از حقوق آقای لاریجانی هم دفاع میکنم، از حقوق اون اصولگرایی هم که جز میزد برخیشون رفیقیم ما تو این انتخابات ردشون کرده بودن، از حقوق اونا هم دفاع میکنم. حالا جناب باقری ببخشید، آیا اگر یک شورا که ضوابط شورایی داره، یعنی همه حقوقدان هم هستن، فقیه هم هستن، عادل هم هستن، اگر این شورا رأی گیری کرد و یک نفری رأی نیاورد، البته معنی گفتن با عدم صلاحیت نیست، عدم احراز. خب نه، سوال اینه، آیا این شورا رو میشه زیر سوال برد که این شورا مثلا شورای عالی امنیت ملی یه مسئله رو میخواد تصویب کنه، ممکنه نظر ما چیز دیگری باشه، آیا ما میتونیم اعضای شورا رو زیر سوال ببریم که چرا شورا رأی نداد به مثلا صلاحیت فلانی که همشون 6 تاشون حقوقدان، 6 تاشون فقیهن و عادلن، این آیا میتونیم شورا رو زیر سوال، مثلا مجلس شورای اسلامی به یک قضیه در واقع رأی نداد، ما میتونیم کل اون اعضا رو، یا نه میتونیم بگیم نظر ما مثلا نظر خلاف اینه و در واقع اختلاف نظر داشته باشیم با اون اعضا و زمینه که اسناد دست اونهاست، یعنی تمامی نهادهای کشور اون در واقع اطلاعات رو اینها رو دست اونها میدن. من به نظرم میاد ما در مقابل یک شورا، چون شورای نگهبان یک شخص نیست، آقای جنتی نیست، شما فرمودید آقای جنتی عضو در واقع هست، چون بعضی وقتا تلقی میشه یک نفری داره رد صلاحیت میده، مثلا کار شورایی. حالا باز نظر شما اینه؟ بله نه من قبول دارم فرمایش شما رو. ببینید شورا وظیفه قانونیش انجام، حق قانونی داشته برای این کار، من که اینو رد نمیکنم، من خودم حقوق خوندم، حقوق عمومی هم خوندم، من این حق شورای نگهبانی که رد نمیکنم، منتها میگم در یه حکومت خصوصا اسلامی که حالا دموکراتیک هم هست، هر رکنی که تصمیم میگیره بر اساس وظایفش مسئول باید پاسخگو بشه. بنده مگه میگم خلاف اختیار آقای لاریجانی و آقای روحانی؟ نه، اختیار با شورای محترم نگهبان بود. منتها آیا این نهاد محترم وظیفه اقناسازی جامعه رو داره یا نداره؟ یعنی اشکال سیاسی میکنید؟ بله اشکال سیاسی میکنیم ما، یعنی به قانون وظایف شورای نگهبان شما فهمید باید اصلاح بشه، یعنی باید چون یه قانونی دارن میگن ما نمیتونیم مثلا ادله رو عمومی توضیح الان که تونستن دیگه، یه دونه دستشون در رفته دوستان، بچه‌ها خود اینو اصلاح کنن. بله حالا این اگه کسی خواست بگن این یکی چرا؟ که حالا معلوم نیست از خزانه غیب الهی انتشار پیدا کرده، خب بیایم همه بشینیم، بالاخره من همینا دارم عرض میکنم، به عنوان یک آسیب در فرایند برگزاری انتخابات، این تشتی که از بوم افتاده و تکلیفش معلوم شده همه هم دیدن، آقا بیاد شورای محترم نگهبان از این هفت بندش دفاع، من اینو دارم عرض میکنم. آقای باقری وقتمون کمه. آره دیگه، آقا تاثیر ایشون شد. آره من نظرم اون نکته چقدر خوبه، راجع به برگنه همون چند تا نکته بگید اگه. آره همون میخوام برم توی ببینید الان ما چون حالا دیگه آخر وقتم هست و ما هم در آستانه برگزاری انتخاباتیم دیگه، ببین مشارکت هر بلایی میخواست سرش بیاد الان دیگه اومده، یعنی امروزی که 6 روز به انتخابات مونده، این که کی رد شد و کی تایید شد و چه جوری شد و مردم چرا نبودن و این دیگه گذشته، تموم شد، یعنی به این 6 روز وصال نمیده دیگه. حالا من نقطه گذاشتم، میخوام وارد این 6 روز بشم. ببینید من احساس میکنم حالا تو اون بحثای اقتصادی هم که برادرمون گفتن، من فکر میکنم من هیچ پاسخی ندارم، فقط یه ارجاع میدم که مردم خودشون به جیب خودشون و زندگی خودشون تشخیص بدن که آیا شرایطشون بهتر شد. اگه بهتر شده بهتر شده سلام، من به شخص تشخیصم اینه که وضعیتم بهتر نشده. یه برداشت عمومی هم جامعه داره، من اصلا وارد بحث و محاجه نمیشم، منتها میخوام عرض بکنم ببینید مردم زندگیشون به سختی داره میگذره. من اصلا نمیخوام نتیجه سیاسی خطی بگیرم، اتفاقا نتیجه گیری ملیه تهش. مردم مشکل اقتصادی دارند،
مردم مشکل معیشتی دارن، مردم مشکل درمان دارن، مشکل دارو دارن، تقصیر هیچ کسی هم ندارن دیگه، بالاخره دارن، تقصیر من اصلا. لذا من همه اون حرفا رو زدم در خصوص مشارکت و اینها. لذا من شخص من وقتی میخوام قضاوت بکنم در رابطه با رفتار مردم، من قهر ایجاد شده با صندوق رأی رو، حداقل برای بخش های از جامعه رو که تعدادشون هم کم نیست، همزاد پنداری میتونم باش بکنم. یعنی میتونم درک بکنم اون کسی رو که میگه من آقا اوزام اینجوری شده برم برای چی رأی بدم. من میفهممش، کاملا میفهممش، هممون هم احتمالا میفهم. اما میخوام عرض بکنم اگر هدف ما هممون و اون مردمی که این قهر تو دلشون هست هدف بهبود شرایطه، یعنی ما دنبال این هستیم که حالا میخوام با اون نامه وارد بشم، ما دنبال این هستیم که هممون کاری بکنیم، قدمی برداریم که این وضعیتی که تقصیر منه برای مردم ایجاد شده یه پله وضعیت بهبود پیدا بکن. چون این که مسلمه دوای دفعی که وجود نداره که، برادرمون هم اشاره کرد، دکمه این نیست که اون رو فشار بدیم فردا مشکلات حل بشه. باید خورد خورد این بهبودها تجمیع بشه تا شرایط بیفته رو قلتک. خب عرض من حالا اینجاست، همه بحثا رو در خصوص مشارکت گفتم، به صراحتم بگم این انتخاباتی رو که داره برگزار میشه من به هیچ وجه انتخابات استاندارد و آزادی نمیدونم. حاضرم من وزارت کشوری هم دیگه، حاضرم برنامه شما بذارید بحث بکنم، هر کسی مدعی این انتخابات استاندارد و آزادان است. اما میخوام عرض بکنم با اون جهتگیری بهبود شرایط کشور و شرایط مردم که وظیفه قطعی و حتمی همه ما هست که در اون جهت حرکت بکنیم، من وقتی از این زاویه به موضوع انتخابات نگاه میکنم، انتخاباتی که خودم توش رد صلاحیت شدم، های ملت من نه سر سفره‌ای قرار بشینم نه سر سفره‌ای راه میدن ما رو، من رد صلاحیت شده این انتخاباتم، انتخابات رو هم استاندارد نمیدونم. اما با منطق ایجاد بهبود تدریجی و نسبی شرایط تشخیصم اینه، برای کسی هم تعیین تکلیف نمیکنم، تشخیصم اینه که کنار کشیدن، عدم مشارکت در انتخابات واجد هیچ خیر عمومی نیست. هیچ نابینایی رو شفا نمیده و بینا نمیکنه. تاریخ همین انتخابات 45 سالم نشون میده. یک انتخابات من سراغ ندارم که با تحریم، با عقب نشینی، با کنارگیری از قبل اون اتفاق خوبی افتاده باشه برای مردم و کشور. یعنی مثلا کسانی که مسببین وضع موجود مردم هستن مثلا بعد قهر مردم متنبه شده باشن بگن آخ آخ فهمیدیم دیگه، آخ شما ناراحتین، ما فردا دیگه اصلاح میکنیم. اگه اینجوری میخواست اصلاح بشه بعد از انتخابات 98 میشد، بعد از انتخابات 1400 میشد. اگر بهبودی مشاهده شد الان هم با عدم مشارکت میشه منتظر بهبود بود. این سمت ماجرا. اما از اون سمت ببینید، من نه رویا فروشی میخوام بکنم، نه میخوام حرف بی ربط بزنم، دقیق صحبت میکنم. اما اون روی سکه که مشارکت در حد امکان در این انتخابات، حد امکان یعنی این که بنده در این حوزه انتخابی میخوام رأی بدم، خود به خدا میبینم یه کاندیدایی وجود داره که این به درد کشور میخوره، این آدم توسعه گراست، توسعه رو پی میگیره، طرفدار حقوق مردمه،
خود به خدا اگه دیدم یه همچین کاندیدایی هست بنده توصیه‌ام این، یعنی خودم این گونه عمل میکنم، به اون آدم رأی میدم، نه اینکه انقدر خام و ساده اندیش باشم که فکر بکنم با تشکیل مثلا نهایت فراکسیون توسعه گرای اقلیت در مجلس دوازدهم اتفاق ویژه‌ای قراره بیفته. نه، اتفاق ویژه‌ای نمیفته، منتها به حکم اصلاح تدریجی، به حکم الزام به اینکه گام به گام و قدم به قدم باید شرایط رو بهبود بخشید. من معتقدم که در انتخابات در پیش رو جاهایی که این امکان برای مردم هست، کاندیدای مورد نظر خودشون که از نظر من اون امتیاز و ویژگی توسعه گرا بودن و طرفدار مردم سالاری بودن هست، اگر یافت کردن بی تردید پای صندوق رأی برند، بهش رأی بدن، چون در عدم مشارکت هیچ خیر عمومی نهفته نیست. بسیار متشکرم. آیا سر شما نظرتون بفرمایید، هم راجع به بیانیه هم راجع به تحلیل. بیانیه هم همین بود دیگه، یعنی اساره بیانیه همین بود. حالا من خودم شخصا راستش آقای باقری ادبیات بیانیه رو نپسندیدم، ولی سلیقه است دیگه. آره. من احترام میذارم. سلامت. حالا سلیقه یکم چیز تره، یه مدار فکر کنم خیلی خشن بود. حالا یه خواستی دیگه وقت صحبت میکنیم، یعنی بهتر بود یه مدار شاید ملایمتر و دوستانه تر صادر میشد، ولی خب، ولی اصلش یه استدلالیه دیگه، حالا فارغ از ادبیاتش. من اول به عنوان شخص خودم و در واقع وضعیت افزایش مشارکت سیاسی باید از این مجموعه 110 نفری که این بیانیه نوشتن ما تشکر بکنیم. ببینید در شرایط این بیانیه صادر شده که برخی از جریان‌های سیاسی کشور همونطور که فرمودن به دلایل غیر منطقی و غیر مخالف در واقع توسعه سیاسی و همه اینها، خب بعضن توصیه کردن یا به جنبی رسیدن که اصلا مشارکتی نکنن. در این شرایط ما اگر منصفانه نگاه کنیم، یعنی جناحی نبینیم، ما از همه کسانی که وارد عرصه مشارکت شدن، چه از اون کاندیدایی که خودش رو کاندیدا کرده، چه از اون جریاناتی که این کار رو انجام دادن، با وجود اینکه در واقع بله ادبیات و متنش میتونست طور دیگر باشه، منتها چون کار تلفیقیه و ظاهرا چندین گروه نوشتن، اصل قضیه که این پرچم رو برده بالا که در بین این جریان که در واقع بگه بیاد مشارکت بکنید، اصل قضیه رو ما میچسبیم، مگه نه اختلاف که به اصطلاح وجود داره. نکته بعدیش هم این هست که یه به اصطلاح موضعی دارند دوستان اصلاح طلب که در واقع معمولا در دولت‌هایی که گرایش سیاسی متفاوت میشه، حالا البته آقای رئیسی فکر میکنم ایشون گفت من به سمت هیچ جریان سیاسی تمایل ندارم و یکی از اتهامات و زیر سوال بردن‌هایشون این بود که چرا شما به اصطلاح اتوبوسی عوض نکردی مدیران رو، هنوزم ایشون مورد توبیخ هست. ولی در این حال در دولت‌هایی که خورده گرایش سیاسی متفاوت میشه، اونجا بروز پیدا میکنه در واقع توجه به بعضی از مشکلات جامعه. این خب ما باید در همه دولت‌ها ببینیم، یعنی در دولتی که فرض بفرمایید دست خودمون هم هست، اینم باید اتفاق بیفته. جریان اصولگرا از این جهت جلوتره، من به عنوان ناظر نگاه می‌کنم، مثلا دولت آقای احمدی نژاد دولتی بود که اصولگرا تلقی می‌شد، ولی نقد‌های شدید و عجیب و غریبی در تریبون‌های رسمی رو بهش وارد کردن و در واقع نشون دادن که اگر از اون جریان هم در واقع خلافی ببینن وارد میشن جریان اصولگرا. من میخوام عرض بکنم که اتفاقا ببینید به نظرم طبقات پایین دست و اینها میدانن که وضعیت ما تافته جدا باخته از جهان نیست. مشکل اقتصادی و بحران اقتصادی جناب باقری هم تایید میکنن که امروز کشوری که ابرقدرت اقتصادی است بلا تردید، یعنی کشوری که بالاترین میزان درآمد سرانه رو داره، یعنی ایالات متحده، وزیر کشاورزیش اعلان میکنه در طی چندین سال از 2008 تا الان از هر 6 امریکایی یک نفر غذای خودش رو نداره. یعنی من عرضم این توجیهی نیست که پس ما مشکلاتمون رو، نه، من میخوام عرض کنم وقتی نگاه میکنیم تو کشورهای حتی توسعه یافته اینها قدرت خرید پایینه. عرض کنم که در همین امریکا معلم امریکایی در مجله تایم چندین شماره گزارش میده، معلم 52 ساله میگه که من با پلاسمای خون خودم رو بفروشم تا بتونم قبضای خونم رو بپردازم. اینم علتشون سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی است که ما از سازمان آکسفام اعلان می‌کند که
26 نفر سرمایه‌شون معادل 3 میلیارد 800 میلیون نفره و 5 نفر از اینها روزانه داره در حد 100 میلیون دلار داره به درآمدشون اضافه میشه، در حالی که فقر داره گسترش پیدا میکنه. ما باید مسیر کلانی که میچینیم برای اداره کشور حتما متفاوت باشد با مسیر توسعه غربی. این توسعه غربی به افزایش فقر میانجامد. کشورهایی که اطراف ما هستن ببینید وضعشون چجوره. مصر رو ببینید، آقای دکتر فهمی عبیدی میگه هر شب 4 میلیون نفر تو گورها میخوابن، تو قبرها میخوابن تا صبح، در حالی که سالیانه داره 2.5 میلیارد امریکا بهش اعتبار میده از زمان ترور احمد سادات. شما همین کشور سعودی رو ببینید، 30-40% حدوداً اون آمار قبلی که ما داشتیم، از بین 28 میلیون نفر بخش زیادی فقر مطلق داره. یا مثلا ترکیه تورم عجیب فرض بفرمایید که نزدیک 100% داره، 80-90% داره. میمونه یکی دو تا کشوری که اصلا قابل مقایسه هم نیستن با ما، جمعیت مثلا 1,400,000 فرض بفرمایید امارات و در سرانه نفتی بفرمایید که مثلا 7-8-10 برابری ما، ما با 90 میلیون جمعیت حدودا یک سهم اندکی از نفت اونا. اینها باز اونها مشکل دارن، یعنی باز همون امارات هم در واقع مسئله داره و باید دلالی رژیم کودک‌کش رو بکنه تا بتونه همین جایگاه حفظ کنه. مسئله ما این است که ما عدالت رو از ابتدای انقلاب رشد دادیم، از 46% فقر مطلق در سال 92 رسیدیم به 8%، ولی در دهه 90 این رفت بالا. یعنی اینو باید بپذیریم در آمارهای دهه 90 همونجوری که رهبری فرمودن اصلا رضایت بخش نیست. حالا جبران این قضیه اگر بر اساس نظرات کارشناسی باشه، ما از رئیس جمهور و رئیس مجلس چی می‌خوایم و نمایندگان مجلس؟ ما می‌خوایم که کارشناسان رو بیارن. کارشناس اقتصادی وقتی می‌خواد حل بکنه میگه آقا جلوی پول چاپ پول بدون پشتوانه رو بگیر، خب نقدینگی رو کاهش بده. من فکر کنم جز معدود دولت‌ها یا تنها دولت‌هایی باشه که نقدینگی رو تلاش کردن کاهش بدن. آقای وزیر اقتصاد خب بالاخره شاید ایشون هم پایان نامش رو عدالت هم در واقع متخصص هم تیمی که چیده واقعا. خب ببینید این ممکنه امروز ما متوجه نشیم، ولی در فرایند 4 ساله یا 8 ساله‌ای که دولت قبلی طی کرده قطعا این ملموس خواهد شد. و مهمتر از همه مسئولی باشه بین مردم، تو برج آج نشینه. این خیلی درد بزرگیست. این در واقع آقایونی که میان ماشین شاسی بلند سوار بشن، دست پشت شیشه دودی مردم رو ببینند و عرض به حضور شما که این ادبیات ها باید عوض بشه. اینجا آمریکا نیست، اینجا انگلیس نیست، اینجا جامعه ایرانه که این مردم حدود 200 سال شما نگاه کنید دیر حرکت ما شروع کردیم. سازمان ملل میگه امروز ما سریع‌ترین نرخ رشد رو در توسعه و رفاه انسانی داریم، ولی رتبه اون اول نیست. یعنی هیچ رتبه اون 50-60. خب این معلوم میشه که ما دیر شروع کردیم و امروز باید توی این قضیه به ویژه در بحث راهبرد عدالت که چه به لحاظ اسلامی چه به لحاظ سیاست های جمهوری اسلامی اصل هست، ما باید سریعتر حرکت بکنیم. تو پایین برنامه داریم. حالا من خواهش می‌کنم، عرض کردم این راهبرد اساسی اینه که مسئولین عوض میشن، اشخاص عوض میشن، گاهی وقت سیاست ها عوض نمیشه. ما مهمتر نیازمند تغییر سیاست و تغییر ریل از سیاست های توسعه سرمایه داری به سمت سیاست های عدالت به نفع محرومین هست. بسیار متشکرم، واقعا خیلی بزرگواری کردید، تشریف آوردید. من راستش ابتدای برنامه فکر می‌کردم بحث داغ‌تری بین دو بزرگوار در بگیره، ولی خب هر دو بزرگوار با یه تمدیدش کنیم ما قول می‌دیم دیگه داغ بس. هر دو بزرگوار با یه آرامشی و سعی شد که بحث کارشناسی و خلاصه با یه متانتی هر دو طرف بحثو ترک کردم. من تشکر می‌کنم از هر دو بزرگوار. حالا هم به نظرم نکات آقای باقری نکات مهمی بود، استدلال مهم و قابل توجهی است بالاخره برای عموم بدنه کشور که ما برای چی رأی میدیم و این رأی دادن ما به هر حال چه تأثیر میتونه داشته باشه و از اون مهمتر رأی ندادن ما احتمالاً چه تبعاتی در وضعیت سیاسی کشور خواهد داشت. من باز دعوت میکنم، حالا خیلی از بینندگان عزیز اگه بیانی هم ندیدن برای اینا رو ببینن، این استدلال اونجا شرح بیشتری دادن. از آقای یاسری هم تشکر میکنم، بزرگواری کردن. انشالله که ما تا انتخابات امروز شنبه است تا جمعه دیگه وقت اندکی داریم و ما هم توفیق حضور نداریم خدمت شما باشیم در برنامه شیوه. انشالله که انتخاباتی برگزار بشه که به صلاح کشور و به صلاح مردم ایران زمین باشه و ما هم هر کدوم هر کمکی که میتونیم بکنیم در انتخابات انشالله از دستمون برمیاد انجام بدیم. نخبگان کشور به هر حال ما در بیانیه تعبیری آوردن دوستان که ما سوار یک کشتی هستیم و واقعا همینطوره، ما سوار کشتی هستیم که هر کدوم باید کمک کنیم تا روزگار بهتری رو بگذرونیم. بسیار متشکرم، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
Thank you.